دسته دینامو شهر دوشنبه در دوره رقابت‌های دور هفتم لیگ اولی تاجیکستان در میدان خود سرآچی شمس‌الدین شاهین را قبول کرد. جوانان دسته دینامو با حساب بزرگی 4-0 سرآچی را ناکام نمودند. حساب آخری را سنت الله عزیزوف در دهه اول میدان دوری باز نمود. هفت دقیقه بعد باشد سنت الله عزیزوف گل دوم خود و تیمش را معلفی کرد. در دقیقه 25 دلیف نیز نامش را در روی خط گلزنان آخری نوشت. نقطه نهایی را در آخری بهترین نشان زنی چمپیونات و بهترین بازیگر ماه می گذاشت. در دقیقه 90 میدانداری عبدالفتاح خدایی‌زاده حساب را 4-0 کرد. بعد این پیروزی دسته دینامو 15 امتیاز شد و همانا در زینه سوم باقی میماند. بازی خیلی بازی خوب بود. هر دو دسته هم تیاری خوب دیده بودم به این بازی. بچه های ما نقشه که ما در تمرین رو کشیده بودیم، بچه ها در قسم یکم نشان دادن و بازی خوب نشان دادیم و سه گل به درازای حریف زدیم و در قسم دویم بچه ها کمتر خسته شدن، ما آنها رو ایواز کردیم و آدم هایی که به میدان آمدن بازی رو نتونستن به همون سطح که یکم قسم گذشت به همون سطح نتونستیم انجام تیم. چقدر که شما امروز شاهد بودید بازی وزمین بود برای ما، کمترک مشکلی ها دیدم میشد. ما را یک دو بازینگر من در حیات دسته نبود و بچه ها خیلی بازی کردن، نکی خیلی دسته حریف هم دسته پرقوت بود، مقابل دسته حریف همینقدر استادگری کردیم. در بازی دوری هفتمی چمپیوناتی تاجیکستان بین دسته های لیگ یکم، دسته هولبوکی ناحیه واسه در ورزشگاه مرکزی ناحیه دسته گلستان شهر گلستان را قبول نمود. بازی مذکور برای دسته هولبوک بس ها با برار آغاز گردیده، علکه در دقیقه 15 هم حملور کناری صاحبان میدان مقصود ادینایف با زدن گل شرفیاب شد و دسته هولبوک را در حساب بازی به پیش برآورد. قسمت دومی بازی نیز بس ها جالب و خاطرمان جریان گرفت و هر دو دسته دست کم 4 حالت خوبی گلزنی را استفاده کرده نتوانست و به همین دیداری دسته های هولبوک و گلستان با حساب 1-0 به انجام رسید. اکنون در دوری نوبتی دسته هولبوک باز هم در خانه با دسته پنشری نویه جلالدین بلخی اندر میدان رقابت می شوند. دسته گلستان باشد وحدت شهر وحدت را قبول می کند. همچنین در دایره همین دور تیم های پنشری ناحیه جلالدین بلخی و برچه شهر ایسار دیداربینی انجام دادند. وخری دستای مذکور در ورزشگاه مرکزی ناحیه بلخی صورت گرفته با حساب 1-2 به فایده دسته مهمان تیم برچه به انجام رسید. گل ها در قسمت دویم زده شد. نخستین شده توبی اول را بازنگرانی دسته پنشر به هدف رسانیدند. مؤلف گل مذکور حملور رقم 8 محمود غیور به حساب می رود. 10 دقیقه مانند تا انجام بازی هجوم کننده دسته برقچی مسرور غفورو از یک حالت خوب استفاده برده تناسب را برابر نمود. با گذشت 4 دقیقه دیگر باز هم این فوتبال باز مراتبه دویم خط دروازه تیم پنچه را رخنه ساخته در نامش دوبل را ثبت نمود و با همین دو گل زده این بازینگر جوان تیم برقچی میدانداری این دو دسته به انجام رسید. بازی خیلی نمیشد، بچه ها خیلی خوب بازی نکردند، خیلی بازی نقض نکردند، برای همین دسته مغلوب شد. فکر میکنیم، اندیشه میکنیم و میکنیم این خیلی با این خیلی بازی پیش رفته نمیشد. بازی آینده مون با دسته هولبوک حرکت میکنیم، بچه ها پسیخالوگی با خود بیان و تیاری خوب بینیم. نو ایگره سلاجلس تیجولو. Ребята старались выполнить установку на игру, тот план на игру, которому мы придерживались. И в конце концов наш план сработал, замены помогли, усилили игру, и мы добились положительного результата.